سلام به شما دوستان گرامی، امروز دوشنبه تاریخ 2 آگوست 2021 است که میخواییم در مورد بعضی از تغییراتی که دولت ویکتوریا در مورد مرزهایش با نیو ساوت ویلز و همچنان تغییرات در مورد زدن واکسین فایزر آورده خدمت شما توضیحات بدیم. امیدوارم که تا آخر با ما باشید. امروز دوشنبه دولت ویکتوریا اعلام کرد که کسایی که هم مرز با دولت نیو ساوت ویلز است، بخاطر که در نیو ساوت ویلز 207 مورد مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته به ثبت رسیده و در ویکتوریا فقط 2 مورد به ثبت رسیده، به او خاطر خواست که مرز خود را با نیو ساوت ویلز محکم تر بکنه و کسایی که در هم مرز با نیو ساوت ویلز است فقط به 6 دلیل میتونه اونا از مرز عبور بکنه. یک، به خاطر اینکه اگر کدام دکتر بره یا اینکه کدام دلیلی که دلیل قناعت کننده باشه که بدون از او، یعنی اگر از مرز خارج نشوه فرزنم کارش اجرا نمیشه، به خاطر کار باشه، به خاطر تعلیم باشه، یا اینکه بخوای واکسین بزنه یا کدام بازی مثلا ورزشی داشته باشه. این تغییرات سر از فردا سه‌شنبه تاریخ 3 آگوست 2021 ساعت 11:59 دقیقه شب قابل اجراست. کسانی که از این امر تخطی کنه بالای $5,000 جرمه نقدی خواهند شد. دولت ویکتوریا همچنان امروز اعلام کردند که سر از امروز دوشنبه تاریخ 2 آگوست کسانی که دوز اول واکسین فایزر را میزنند باید برای 6 هفته انتظار بمانند تا که دوز دوم واکسین فایزر را بزنند. قبلا انتظاری تا 3 هفته بود. این به این معنی است که دولت ویکتوریا می خواهد تا که واکسین فایزر به بیشتر از باشندگان ویکتوریا برسه و تا بتانه که سرعت زدن واکسین همچنان بالا ببره. در حال حاضر نزدیک به 20% از باشندگان ویکتوریا هر دو دوز واکسین را زدن که این نظر به نیو ساوت ویلز و بسیار از ایالت های دیگر، یعنی ویکتوریا پیشی گرفته که میتونه یک پوینت خوب باشه تا بتونه به زودترین وقت در مرحله 70-80% از تمام باشندگان واکسین زده باشن. سپاس توجه شما. تا ویدیوی دیگر، بدرود.